از اینکه ویدیوی شاد عروسی رو ببینیم، بریم به مصاحبه‌ای که با قیصر عزیز داشتم گوش بدیم. سلام قیصر عزیز، مرسی از وقتت و ممنونم از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتی و به تلویزیون دریملند استرالیا خوش اومدی. منم سلام میکنم خدمت شما بهار جون، خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم در خدمت شما و بینندگان عزیزتون باشم. امیدوارم که یک مصاحبه بسیار پرخاطره‌ای رو با شما داشته باشم و در خدمت شما هستم. سلامت باشی، مرسی از وقتت. میدونم که مسافرت بودی، فرودگاه بودی، میخوام بدونم کجا بودی و به کجا اومدی. حالا ما این چند وقته همش در یعنی کل از موقعی که خوانندگی رو به صورت حرفه‌ای شروع کردیم و معروف شدیم به قول معروف، همش در سفر هستیم دیگه، ولمون نمی‌کنن دیگه. حالا نمیدونم خوبه یا بده، چی بهتر از این؟ اینجوریه دیگه، اینجوریه. خیلی عالیه. خب کجا بودی قیصر جان؟ والا من یه دو روزی فرانکفورت بودم، بعد الان برگشتم اومدم اسلو، یه چند روز اینجا میمونم، بعد دوباره برنامه بعدی شروع میشه. اتفاقا قراره یه صحبت هایی شده که بیام ملبورن و برای اولین بار بیام به استرالیا، اونجا نزدیک همه دوستان عزیز رو، ایرانیان عزیز رو در استرالیا ببینم. قیصر جان، ویدیوی عروسی تاپ 10 برنامه شده، دوستانم راجع به ویدیوی عروسی برام بگید. پروژه ساختش چجور بود و ایدهش چجوری به ذهنت اومد؟ همه آهنگات شاد و خوبه ولی این یکی فوق‌العاده بود. والا بهار جون، این آهنگ عروسی رو ما خیلی، من عروسی دعوت زیاد می‌شدم، بعد همیشه آهنگای عروسی مثلا استاد محمد نوری رو می‌خوندم، از ویگن می‌خوندم، خودم آهنگ عروسی نداشتم. درنشه تصمیم گرفتیم که این آهنگ رو بسازیم که یک آهنگ اورجینالی بود، شعر آهنگش هم مال خودم بود و خیلی مردم دوست داشتن و تو این مدت کوتاهی که اومده بیرون خیلی بازتاب داشته. من فکر میکنم حدود مثلا 15 تا عروسی رفتم از ویدیو که اومده. خیلی هم عالی. پروژه ساختش چجور بود؟ راحت بود؟ کجا ضبطش کردی؟ والا پروژه ساختش که شعر آهنگش خودم نوشتم، تنظیمش آقای مفیدی عزیز که همون تنظیم ای رو برام کردن، ایشون تنظیم کردن. ویدیوش هم که قسمت های عروسیشو شات هایی بودش که از قبل اون کارگردان داشت اون ویدیو رو، بعد از عروس خانم اجازه گرفتیم، ایشون اجازه دادن، ما از ایشون استفاده کردیم، خودم هم توی جنگل رفتم خوندمش دیگه. خیلی هم عالی. قیصر، کاری که ازت دیدم، حالا اولین کاری که من ازت دیدم و شناختمت، کار خب لات بود و که بچه ناف ونک بودی و کلان آهنگا جوری که دوست داری از حالتهای تهران قدیم بخونی، شیش و هشتای تند، این سبکو دوست داری؟ والا این سبکو که من چون خودم یه ذره انرژی زیاده بهار جون، من آهنگای 6 و 8 تند رو خیلی خوب میخونم. یعنی حتی من شاید باورتون نشه، روی استیج که میرم با لایو برنامه اجرا میکنیم، مثلا آهنگ میدونه که مثلا سرعت 128 هست، ما لایو مثلا 135 یا 136 میزنیم، بعضی اوقات که خیلی حالمون خوبه 140 میزنیم. یعنی من خیلی دوست دارم انرژی هیجان رو، خیلی دوست دارم و به خاطر این آهنگا رو دوست دارم. البته آهنگای اسلو هم خیلی خوندم، ولی دیگه جدیداً آهنگ اسلو خوب به تورم نخورده. ولی میخوام اینو بگم که کسایی که آهنگای، یعنی صدای منو روی آهنگای اسلو هم دوست دارن، یه آهنگ نه خیلی اسلو ولی مثلا اون به تو وابسته شدم در راه داریم که داریم تنظیمش میکنیم، خیلی هم ملودی بسیار زیبایی، شعرش مال امین بامشاد عزیز، تنظیمش هم آقای سالار مقدم کرده و من هم افتخاری نداشتم خوندمش، آهنگش هم از میلاد باران عزیز. خیلی هم عالی. میلاد باران از بچه‌ای که تو ایران داره کار میکنه. میلاد باران والا خیلی وقت داره کار میکنه. بله. من حدود 7-8 آهنگ از میلاد باران خوندم، مثلا آهنگ میدونه مال میلاد بارانه، بهار خانم مال میلاد بارانه، به به بله، آهنگ به تو وابسته شدن مال میلاد بارانه، آهنگ شیرینی مال میلاد بارانه. من از میلاد جون زیاد آهنگ خوندم. البته اینا رو همه شعراشو مریم اسدی نوشته، ولی این دفعه با امین وامشاد کار کردیم
و فکر میکنم این آهنگم خیلی خوب در بیاد. انشاءالله. پس آهنگ بعدیتون اینه. آهنگ بعدیمون آهنگ آذری است. یه آهنگ آذری خوندم، نصفش آذریه نصفش فارسی. اون میاد بیرون. بعدش یه دونه آهنگ فیت خوندم با یک آقای از اهواز هستن، آهنگ بندریه. بعدش به سلامتی اگر عمری باقی باشه و ما زنده باشیم این آهنگ میاد دیگه. آهنگا تو نوبت هم دیگه. خیلی هم عالی، ماشاءالله پرکاری، خیلی خوبه. قربون شما برم، شما لطف دارم دیگه، مردم انرژی میدن. بهار خانم بله ترکی بلدی صحبت کنی قیس؟ اگه نه فقط اون تیکارو حفظ کردی. والا ترکی که من نه، ولی دوستان آذری زیادی دارم که اونم تو هر برنامه‌ای که می‌رفتم ازم می‌پرسیدن ترکی می‌خونی؟ چون من نمیتونستم دیگه، مجبور شدیم که این آهنگو درست کنیم. البته یه ترجیبند آهنگ ترکیه، بقیه‌اش فارسیه. یعنی شعر آهنگای ورساشو خودم نوشتم، ترجیحشو ترکی یکی از دوستانی که ترک بودن برامون نوشتن، یعنی آذری بودن. خیلی هم عالی. دقیقاً چون تو مهمونی خب بالاخره هر کسی گل گزلم من که نمیدونم ولی میدونم قشنگ میشه. گل گزلم یعنی خوشگلم بیا. به به خیلی عالی، مطمئنم که عالی میشه، حسابی باش میرقصیم. صد درصد. دست درد نکنه عزیزم. دوست دارم تو آخر هر نمیخوام زیاد وقتو بگیرم، دوست دارم ببینم اگه حرف خاصی داری بر بیننده‌هامون بگی. من تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادین، با هموطنان عزیزم در کشور استرالیا، تمام کسایی که اونجا هستن. من شنیدم که یه عده‌ای از هموطنان عزیزم به سختی اومدن اونجا زندگی میکنن. امیدوارم این سختی ها هرچی زودتر به راحتی تبدیل بشه و هموطنان عزیزم، ایرانی های عزیز، هر جا که هستن راحت و سرحال و خوشحال و قبراق باشن. مرسی عزیزم، دقیقاً واقعا هم همینطوره. خیلی خوشحال میشم میگم که اینجا ببینیم، از مطمئنم که خوشت بیاد. میدونم که کل دنیا رو گشتی، حالا اروپا زندگی کردی، اروپا هم کشورها با هم نزدیکه و خیلی راحت رفتی، ولی اینجا دوره. حالا به هر حال میای و واقعا قشنگه. ان شاء الله. ممنونم ازت، وقتتو نمیگیرم. خیلی افتخار دادی بهمون، برات بهترین آرزوها رو دارم. قربون شما. منم همینطور تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که اونجا مشغول کار هستن، پشت صحنه زحمت میکشن. سلام منو به همه ایرانی های عزیز برسونید، روز خوبی داشته باشید. شب و روزت خوش عزیزم، خدا نگهدار. قربون شما، خدا حافظ.